سلام علیکم، اتفاقی افتاده؟ بابا مرد. آروم باش آقا جان، آروم باش. مرگ حقه، دیر یا زود هممون باید بریم. آخه چرا اون؟ مرد به این نازنینی، اونم به این زودی. ای کاش اون به جای من مرده بود. یعنی من به جای اون مرده بودم. اگه بدونی چه مردی بود، دلت کباب میشد. قصه مرگ تو را ناگه شنیدن زود بود، در عزایت زود بود. آقا اینجور مردا کم به دنیا میان، هر 100 سالی، نه هر 500 سالی یکی. ای آقا، مرگ بزرگ کوچیک سرش نمیشه. شما هم بهتره برین سر خاکش فاتحه بخونید تا روح اون مرحوم آروم بگیره. ببینم کی خاکش کردین. خاک؟ هنوز خاکش نکردیم. گفتم که دلم نمیاد خاکش کنم. از کی مرحوم شدن؟ یه 10 سالی میشه. 10 سال؟ خب گفتم که دلم نمیومد خاکش کنم. مرد مؤمن، یه جنازه رو 10 سال رو زمین نگه داشتی؟ ای روی زمین که نه، خانه ما یه زیرزمین داره، خنک گذاشته بودم داخلش. خدا یه عقل درست حسابی به شما بده، یا عاقبت به خیری هم به ما. ممنون. آقا امروزم دلم رضا نمیشد. خانومم گفت ای مردک، عزاداری بزن ببر خاکش کن. این بود که آوردمش اینجا، یه جای آبرومند که همچین دوبرم باشد، دار و درختم داشته باشد، بسپرمش به خاک. اینجا نمیشه، ببرش به زهرا، اینجا گورستان محلیه، مال اهالی همین محله. ای خدا پدرت بیامرزه، من جدن در جد تو این محل زندگی کردم. من مبارکیم، بچه مبارک آباد. از لهجم معلوم نیست؟ خب همه اینهایی که اینجا خاک شدن همه فامیل من. خب همین آقای بهجت، همین آقای بهجت، خدا بیامرزه، چه مرد نازنینی بود. همه این پسرخاله مادریم دیگه. آقای بهجت نیست و مرحومه حاجی خانم بهجته. ها؟ خب این خواهرشه. خب بعدش هم باید هیئت امنا اجازه بدن. ای هیئت کجا؟ برو مسجد محل اونجان، گواهی فوت و شناسنامه مرحوم پدرت هم ببر. ای پدر جان، مگه جا قطعه؟ این همه جا اینجاست. خب یه گوشه خاکش میکنیم و تمام. ای بابا، شما یه چیز دونست که میشه، مرده حرمت داره مؤمن. گرفتم. باشه، شما یه 2 دقیقه چشمتو هم بذار حرمتش با من. قباحت داره، از موهای سفیدت خجالت بکش. ناسلامتی میخوای پدرت خاک کنی؟ کافر حربی که نیست. حربی دیگه چیه؟ خیالت راحت، همین جا خاکت میکنم، آب هواشم خوبه. عزادار بابای مبارکی هنوز نه تموم شد، اون بردش دیگه. برین سر کارتون. ما کار نمی کنیم. کار نمی کنیم؟ واسه چی کار نمی کنیم؟ واسه اینکه کاسه زیر نیم کاسه است و ما باید چارچشمی مراقبش باشیم. تا سر از کار این مبارکی در نیاری ما کار بیکار. کاسه کدومه؟ نیم کاسه کدومه؟ آقا این حرفا چیه میزنی آخه نوری جان؟ مبارکی آدم هفت خط، بدجنس، نامرد.
مردن باباش که دیگه کلک نی، اسکلتو خودت دیدی. آقا جون بابای مبارکی تو تونل چیکار میکرد؟ رفته بود هواخوری؟ اختر خانم جلو شوهرتو بگی دوباره داره دریوری میگه تو مایه این رفته که زهره رو طلاق بده. اینا من اصلا حوصله ندارم. راست میگه دیگه. ببین آقا تیمور، من میخوام بدونم تو اون طلاق فروشی چی بوده که بابای مبارکم به خاطرش تو اون تونل چال شده. من تا نفهمم نه خودم کار میکنم نه میذارم نوری بره تو اون تونل. آقا بهتره با هم رو راست باشیم، این قضیه بو داره، خودت هم میدونی. نه حالا اومدی مثلا کارم نکردین شما چی میشه؟ اول همه زهره و مامبدری شک میکنم. این که راهش نیست، تو برو کار کن، میذاری مبارکی بیاد باش حرف میزنیم. خوبه آقا مبارکی کی میاد؟ شاید نیاد. گنده بک بهونه نگیر، اوضاع رو از اینی که هست بدترش نکن، به اندازه کافی قاطی پاتی هست. گنده بک بابا میبینی؟ میبینی چقدر آب هواش خوبه؟ خیلی. فقط یه عیب داره، آب کم داره، اونم نگران نباش من با آفتابا برات بیارم. میگم که یه چیزیت میشه. ای بابا من فکر کردم این مرده قب بغلیه زهره ترک شدم. ای حالا یقمو چرا گرفتی؟ یقه رو ول کن، کت پلو خوری من پاره میشه. معلوم است چی کار داری میکنی؟ اینجا نیست. شما گفتی که نمیشه اینجا خاکش کرد، گفتم یه هندانه گوجه چیزی اینجا بکارم برای یاد بود. عجب، پلیس که بیاد معلوم میشه. پلیس؟ آقا پلیس برای چه؟ مگه چرا قرمز رد کردم آخه؟ ای خب یقه رو ول کن، اینا بگیر. آها دست فرق نکنه. کجا؟ شید خانم اسدی، من میرم و خیلی سریع برمیگردم. سلام علیکم. سلام، حال شما خوبه؟ مرسی بابا. حال پدرتون خوبه؟ ممنون، خدا رو شکر. دارم نگاه میکنم من. خواهش میکنم راحت باشید.
این مبارکی دام باریده داشتیم. سلام آقا سفر. فرمایش. من یادت نمیاد نوه دختری سفر خالی بنزاییده؟ یادت نمیاد ها؟ حرفتو بزن بابا. میگم آقا سفر، یه جواز دفن میتونی برای من ردیفش کنی ها؟ رقم معامله چقدره؟ کدوم معامله؟ آقا معامله در کار نیست. خب یعنی چقدر گرفتی طرف رو نابودش کردی؟ 15% پول چای بچه هم که یادت نمیره. اینم پول چایی و باقلوای بچه ها. آشوه را تو پارک خیابون اون طرفیه میگم شاغلان بیاد سراغت. ای بدبختی، بینم کسی دیگه ای تو بساطت نیست؟ باور کن به جان خودت ها، از او دفعه همینطوری کلم داره گیج میره اینجوری. بابا کار یک میخوای بعد بری سراغ شاغلون. آژانس ما که کار دو تحویل مشتری نمیده. با اجازه، مشتری اومد. ای بدبختی، ای بدبختی، دوباره باید برم سراغ اون چرخ فلک. کم تمرین کنم. البته قصد فضولی ندارم آن، من باب کنجکاویه. بس چی کشتیش؟ چه کسیه؟ همونی که میخوای خاکش کنی؟ ای بابا کشتن کدامه؟ خب بابامه. همینجوری مرد. پس تو هم اون بند خدا رو دق مرگش کردی ها؟ خیلی خب بابا به ما چی؟ حالا چند وقته؟ ها؟ قیمتش فرق میکنه؟ همچی بفهمی نفهمی، یعنی تازه باشه گرونتر. گرونتر؟ خب نه خیلی خیلی قدیمیه، حدوداً مال 30 سال قبله. گذاشته بودیش سر تاقچه؟ آخه مرد حسابی، تو یه قرن عمر کردی هنوز نفهمیدی که مرده رو باز زود خاک کرد؟ خب البته حق با شماست ها، اما خیلی خب حالا چند سالش هست؟ خب شما اول قیمتش رو بگو ببینم چند ساله با جیبم جور در میاد. اون وقت ببین تا 10 سال 500 تومن. خب بین 10 تا 20 1 میلیون، بین 20 تا 40 3 میلیون، بین 40 تا 60 4 میلیون، از 60 به بالا 15 میلیون، چون حتماً حساب ارث و میراث تو کاره. نه آخه شما میدانی خب قدیما زود زن میگرفتن، خب 10-12 سالی داشت. شما حالا گردش کن 10 ساله حساب کن، گواهی دکترم داشته باشه. اونم قیمت خودشو داره، عمومی باشه یا متخصص؟ ای بدبختی، حالا نمیشه یه آمپول زن زیرش امضا کنه؟ چونه نزن، برو مشخصاتو بنویس، آخر برجم بیا تحویل بگیر. ای بازم آخر برج؟ خب آخر برج بو میگیره که. ببین مرده ای که 30 سال صبر کرده و بیرون بوده یه ماه هم میتونه صبر کنه، مگه نه؟ خب حرف نره، منظرش هم خوبه، همه شهرم میبینی،
خلوت هم هست، کسی هم مزاحمت نمیشه. چه؟ قبرستان نیست؟ اه. خب حتما قبلا قبرستان بوده، یا اینکه بعدا قبرستان میشه. تو نگران نباش، شما همینجا بمان، من برم جا رو آماده کنم و برگردم. سلام. فرمایش؟ من فرمایش؟ خودت فرمایش. دنبال چی میگردی؟ هیچی آمده بودم اینجا هواخوری. دنبال زیرخاکی میگردی؟ نه اونم قاچاقی. ای سلام. نه به جان عزیزت، توی ماه مبارک زیرخاکی؟ اینجا سرقلفی داره. خب. سرقلفیش هم باره دهاشته، تپه اونوری هم مال این داشمونه، ای. اون یکی تپه هم باره این داشمونه. ای خوبه، برادر که پشت برادر باشه، کو هم جلودارشان نیست. حالا با اجازه تو من دیرم شده مرخص بشم. اونه که کف رفت بالا. کف؟ بله. کدوم کف؟ من آمده بودم اینجا زیرخاکی بذارم برای شما آقایان. ما رو مسخره میکنی؟ سب کنید، من یه نفسی بگیرم. آی هوا! مردا سه نفری میریزن سر آدم. ای میبینی آقا جان؟ میبینی؟ به خاطر تو چه مکافاتی داریم؟ آخ شله پلم کردن. آیا الان دیر جو میده بودم، همینطوری دراز به دراز بغل شما افتاده بودم، با هم اختلاط میکردیم. آخ کم مونده بودی گردن من خورد کنن. آی وای آخ شیطانه میگه برگردم، لازم نکرده برگردی. شیطانه غلط کرد با تو. ببی حالا چه گلی باید به سرمان بگیریم. آها آره، عزاداری گرمیم. عجب کلا برداری مبارک. حسن نباسی. جان همینجا خوبه. ببین تو به اینجا عادت کردی، همه ای آری اینجا میشناسنت. خب بعدم
اینجا عزت احترام بیشتری داری، همینجا باشی بابا جان بهتره. خب جای غریب بری، ممکنه حالا تا بخوای آشنا بشی یکم همچین آزرده بشی، ناراحت بشی. هی خب اینجا بهتره، اینجا بهتره. بدری خانم سلام. سرکار خانم بدری خانم. سلام، خوبی؟ خوب. چه خبر بود؟ خیلی ناراحت بودن. کیا؟ خواهر برادراش دیگه. سر خاک چلوغ بود. آی دیدی بدری خانم، دیدی بی پدر شدم، دیدی یتیم شدم. آی سایه بالای سرم بود، آرام جانم بود. تو رو خدا انقدر خودتو اذیت نکن، مرگ حقه. ایشالله بقای عمر تو باشه. برو بشین، میدونم خیلی خسته ای. برو تو غذا تو بیارم. آی دست درد نکنه، ولی از کلم پایین نمیرم. آخه اینجوری که نمیشه، اینجوری از پا میفتی، ضعیف میشی. برو بشین غذا تو بیارم. باشه، حالا که اصرار میکنی باشه. چشم، الان میارم. ای بی پدر، ای تو چی کار کردی؟ چی رو چی کار کردی؟ ها اونجا رو میگی؟ یه جای دونبش خاکش کردم. خب گفتم این بالاشم یه غرفه بسازن که قشنگ بشه. بالاخره پدر حرمت داره. خب آره، کارو خوبی کردی. ما برای یه دوبلکس میخریدی که یکیشم انشالله واسه خودت باشه، گرون میشه. بعدم نمیگی ها. حالا بگذاریم، امروز خیلی عقب افتادیم، ما فردا باید جبران کنیم. فردا که جمعه است، تعطیل چی داری میگی؟ تعطیل کدومه؟ اتفاقا جمعه خیلی هم بهتره. زهره خانم و بدری خانم نیستن، با خیال راحت میشه کار کرد. این دفعه رو راست گفتی، ولی بازم نمیشه. بگو دنبال بانه میگردی، از زیر کار دری، برای خودت اینجا مفت بچری و ولوشی. بهونه کدومه؟ به جون تو به من باشه، همین الان میگم بریم. کار گیر داره از نوع سپیچش. سپیچ دیگه چیه؟ اختر و نوری گفتن نمیای. غلط کردن، مگه دست خودشانه؟ باز دوباره چه مرگشانه ها؟ بابای من مرده، اونا عزای عمومی اعلام کردن؟ من چه میدونم داد میزنی؟ برا خودشو به پرس داوود، مشکل دارن. من میدونم مشکلشان چیه. دندانای منو شمردن، از سادگی من سوء استفاده کردن. اون نوری که عقل نداره. خب او تمه زیر سر او اختر خانم زلزله است. پاشو بریم ببینیم چه مرگشانه. کجا الان نمیشه که. به مامان بدری چی بگیم؟ باشه فردا صبح. نه پاشو. ختم کیه؟ کدام ختم؟ ختم پدرتون. باید بریم مبارک آباد. زشت مبارک. برو بینم بابا تو هم حوصله داری. بدری خانم، بابا مردم از گشنگی، بس این قضا چی شد؟ آها مبارکی اومدی و نسازی. ببین اینجوری ما آبمون توی جوب نمیره. تو داری به ما کلک میزنی، یعنی راستشو به ما نمیگی. بابا به جان تیمور، خلاف فرضتان رساندن. این نوریه با دست خودت کفن کنی اشتباه میکنی. نگاه کن، من این کف دست صاف و بیقلقشم. باور نمیکنی؟ از این تیمور بپرس. نه تیمور؟ ببین کفتر خان، یعنی اختر خانم، من فکر میکنم یکی ذهنیت شما رو خراب کرده ها، وگرنه این چش ندارن ببینن که ما مثل یک خانواده با هم کار میکنیم. خب حسودن دیگه.
ای همه ای زیر سر این مراد گردن شکسته است. بهانه نداره کرایشه بکشه بالا. شما را ساده گیر آورده خام کرده دیگه. ای آقا مراد کدومه؟ درست خورد کن. اون چه میدونه ما داریم چی کار میکنیم؟ حرفا میزنه آقای مبارکی ها. حتما یکی بهش گفته آها، مثلا این آقا نوری. خود دهنش چفت و بست نداره که این بند رو به آب دادن. کی؟ من؟ کی؟ خب من چه میدونم کی؟ خب بهش بگو اعتراف کن خواه. حرفای اختر خانم باور کنید من هیچی نگفتم. خود چرا دروغ میگی؟ لازم نیست کسی بگه. ما که از پشت کو نیومدی. راست میگی، از پشت کو اومدی. ببین مبارکی، گفتم راستشو بگو. تو اون طلا فروشی سرجما 50 میلیون تومان طلا نیست. من خودم رفتم دیدم دیگه. از جیبت هم که نز نکردی به ما بدی. پس حتما کاسه زیر نیم کاسه است. چی تو اون طلا فروشی داری که بابات هم جونشو گذاشت روش؟ ها؟ ای باز یادم انداختی. ای بابا. حیف شد مرد. آخ دلم گرفت. خوبه. ادای مادر مرده ها رو در نیار. این فیلم ها رو هم واسه کسی بازی کن که نشناسته. ببین، یا میگی اون تو چیه؟ یا آقا سهم ما رو بده، ما رو به خیر، شما رو به سلامت. ای بابا، خب کدام سهم؟ کدام پول؟ خب هنوز که به جایی نرسیدیم. یعنی چی به جایی نرسیدیم؟ خب پول ما رو بده. تیمور، تو یه چیزی به این بگو. خاله یکی بیاد جلوی اینه بگیره. تو که خودت من خوب میشناسی، میدانی که من اهل هر چی که باشم اهل دوز و کلک نیست. آقای مبارکی، دوز و کلک اصلا. شما به چهره ایشون نگاه کنید، به چشمهای معصوم ایشون نگاه کنید، ببینیدشون، اصلا دلتون میاد؟ من خواهش میکنم ازتون، ایشون جای پدر شما هستن. خب بسه دیگه. خب اینجوری که تو گفتی من خودم به خودم شک کردم. ببین اختر خانم، اصلا من میخوام یه کاری بکنم که شما در نهایت آرامش و آسایش کار بکنید. خوبه؟ ها خوبه؟ اصلا ببین، وقتی که کار تمام شد، خب کار که تمام شد، هر چی که توی فروشگاه گیر آوردیم میدمش دست تیمور. ها؟ میدمش دست. اصلا خودم دست بهش نمیزنم. خوبه؟ دیگه چه بهتر از این؟ تیمور میفروشتش، شما هم سرم خودتون رو بردارید، منم حالا یه کاریش میکنم. خوبه، تیمور مطمئنه. بگو جون بدری خانم راست میگی. ای من میگم مرگ ای تیمور، بازم گیر دادی؟ خب اختر خانم، اگر ببینید در همسایه ها این منطقه این سبزی برای پاک کردن و خرد کردن و این چیزا ندارن، بری فروشگاه، اونجا کار زیاد داریم. ها میریم اینا رو پاک کنیم. میریم همین یه طبقه مانده؟ آره پاک کن. خب پس فردا واسه پروبه اول حاضره. اون وقت قدش همونی که گفتم دیگه. آره حتما، مطمئن باشین. شما دفعه اولتون زیاد شد، به من اعتماد ندارید. خیلی تعریفش خوب بود. ممنون، ان شاءالله مشتری میشه. خواهش میکنم، قربان شما، به سلامت. پس فردا ان شاءالله. قربان شما. بس این تعریف بهت نشون بدم. خسته نباشید. ممنون. بدری خانم، داری یک خورده به من پول قرض بدی؟ پست میدم ها. پولم کجا بود؟ پولت کجا بود؟ خب معلومه تو دلخت. تو دلخ من هیچی نیست. خسته نباشید. ممنون. بابا برو، مزاحم نشو، کار داریم. یه فکر خوب دارم. چیه اومدی من سرکیسه کنی؟ من الان میخوام اینو سرکیسه کنم، نمیشه. برو بابا، حوصله ندارم. نه بابا سرکیسه نمام. اتفاقا گوش بدید، میخوام شام دعوتتون کنم بیرون. شما، هدیه، مامبدری، تیمور، مهمون من. چی؟ مهمون من. مهمان تو؟ عالیه مبارکی، عالیه. به خدا خسته شدیم از بس کار کردیم. آره. این مدت هم که همش تو عزاداری پدر شما بودیم. آره. به خدا خیلی عالی، این بچه هم احتیاج به تفریح داره. فهمیدم، رفتی سر جیب من؟ خب، اعتراف کن. چه
چرت و پرت میگه آقا چی بگم به این؟ میگم مهمون من میخوای بعد آخه مرد. نه خو اگر راست باشه که خیلی خوبه. اما دبه در نیاری آ، ببین جلوی مامان بدریت میگم. ماما بدری این تختای لب رودخونه رو میگیرن و دیگه فایده نداره، بیایم بریم زودتر. تیمور جان آمدم. مواظب باش ما هم حاضریم. داداش ببین چه لباس خوشگلی پوشیدم. وای چرا این راه نمیفته؟ تیمور جان من فقط و فقط چلو کباب میخورم ها، اگر البته جوجه کبابم باشه یه پرس بگیریم خوبه برای تست زدن. بیا من سه پرس میخرم. ها بیا بریم. ای قربان او دستت، سالات مالات و مخلفات هم باشه ها. چی خبرت؟ مگه میخوای امشب بمیری؟ ای بابا یه شب که هزار یه شب نمیشه. دیر میشه جاها رو میگیرن. بیا بریم. آی بدی خانم ها. یه چند تا کیسه هم میآوردی واسه چی؟ او قضای اضافه رو بیاریم خانم. اسراف میشه حرامه. دیر میشه. این چیه دنبال خودت را میندازی میاری اونجا؟ به اندازه موهای سرت من اینجا رفت آمد کردم. خب البته مهمان بودم ها. اگه تو نمیگفتی هم خودمون میفهمیم. تو کی هستی که مامان بدری هم تو رو شناخته؟ مصیبت. حالا بذاریم برادم تعریف کنم. آخرین بار با آقا جلال آمدیم ها؟ میخواست من راضی کنه خواهی مغازه رو تحویلش بدم. آمدیم اینجا. نه اینجا نبوده، یه جایی از اینجا بزرگتر بود. خب آورده بود مال اینجا. خب خامه میکنه، منم هم نهارش رو خوردم، هم مغازه رو بهش تحویل ندادم، هم یه کادو هم برای هدیه خانم ازش گرفتم. ای چطبا ای چطبا بیا بکنم. چی شد؟ من یه قرار خیلی مهمی دارم. شما مراقب مورکی باش، میزنه روده رو میترکونا تا یه شورت بزنه غذا رو خورده من برمیگردم با اجازه. تموم جانم بگو دو پرش جوجه هم بیارن برشته باشم. دو پرش جوجه برشته برای شما میگم. یکی برای بدری خانم یکی برای من. من نمیخوام. شما نمیخوای من بدری؟ نه بابا میخواد. حالا میگم بیارم برای میبریم خانم. یه چطر به زینش نادم فرق کوبیده و جوجه رو نفهمی. یک مبارکی بسازم 160 تا مبارکی از بغلش بزنه بیرون. ده برو دیگه، فقط جون مادرت بنزین تموم نکن که همینجا آتیشت میزنم. گم کردی؟ نه جانم خدا بگم چی کارت کنه کیفور. ای بدری خانم پاشو بریم. آخه یه دفعه تو چت شد با من؟ یه کبدو نکن میگم پاشو دیگه. قربان این صورت حساب غذاتونه. این چیه؟ صورت حساب غذا. خب مگه حساب نکردن؟ نه حساب نکردن، ایشون رفتن گفتم با شما حساب کنم. ای تو فروی نشسته تیمور.
حالا چی شد مثلا یه دفعه اینجوری به هم ریختی؟ هیچی بابا، هیچی. آقا من شما رو قبلا یه جایی ندیده بودم؟ نه یادم نمیاد. طرفای بازار شما گاریچی نبودی؟ خب پدر بیامرز، با دوچرخه رفته بودیم، زودتر رسیده بودیم. خب یکم گاز بزن، میترسید تمام بشه؟ سر که نمیبرم آقا، سرعت مجاز همینه، تندتر بری خلافه. خب شما از او بچگی دیگه مجاز بودی یا حالا که به ما رسیدی آقا شدی؟ گاز بزن دیگه، گاز بزن. چی داری میگی؟ یواشتر بابا، زشته. برو بابا تو هم. ای آقا شما که میخواستی تفریح کنی همینطوری خیابانه رو بچرخی، خب با همون درشگه میماندی؟ تبدیل نمیکردی؟ هست نخوره. ای مصیبت نامبار. تیمور، ای بدبختی، اتفاقی افتاده مصیبت نامرد؟ میموندیم بیشتر حال میکردین، هوا هم که خوب بود. یه شب مثلا ما رو برد گردش، انگار مار نیشش زده باشه، آنی را افتاد اومد، نذاشیم بچه یه هوایی بخوره. خب راست میگه دیگه مامان بدری دیگه. اب نداره، طوری نیست. عوضش الان میخوایم بریم دوتایی هوا خوری مردونه دو نفره. را بیافت.